با درود به شما بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون های آیدیا در سراسر جهان، این اندیشکده جهانی. امروز سه‌شنبه 11 خرداد 2580 برابر با 1 جون 2021 میلادی. امروز میهمانی داریم از جنبش فرهنگیان پارس، جناب آقای اصغر امیرزادگان. جناب امیرزادگان، درودی به بینندگان ما داشته باشین تا صحبتمون رو شروع کنیم. درود و عرض ادب خدمت شما آقای دکتر کنگرلو و خدمت تمام بینندگانتون در سراسر جهان و ایران و به خصوص فرهنگیان عزیز. سپاسگزارم از شما. اینجا هم میذارید مستقیم میریم سراغ پرسش هامون. اولین پرسشی که من دوست داشتم اینجا بیان بکنم که مرحله مرحله دوست داریم یه مسائلی باز و بازتر بشه. ابتدا مسئله راجع به صندوق بازنشستگان فرهنگیان هست. چرا این صندوق مدام آماج دستبرد و اختلاس قرار میگیره به جای اینکه بهش رسیدگی بشه و کمک بشه، مورد دستبرد قرار میگیره؟ نظر شما لطفا. عرضم به حضورتون، مثل بقیه بخشا صاحب نداره صندوق متاسفانه، و تمام صندوق های وابسته به دولت و شبه دولتی از این قاعده مستثنا نیستن و صندوق ما هم همینجور. تا وقتی نظارت نباشه بر صندوق، تا وقتی که خود فرهنگیان بازنشستگان عضو نباشن، بازرس نباشن اونجا، متاسفانه همین مشکل را همیشه خواهیم داشت و مورد آماج قرار خواهد گرفت، کما اینکه بارهای بار مورد آماج و دزدی اختلاس قرار گرفته و متاسفانه با عامران و عاملان هم مماشات کردن و حق فرهنگیان رو، بازنشستگان رو بر نگردوندن. سوال بعدی در رابطه با همین سوال اولی که میخوام یه مقدار روشن‌تر بشه. خب فرهنگیان که مسئولین و به اصطلاح معلمین جامعه، معلمین نیروی فردای جامعه هستن، به چه علتی اونها رو در این فقر قرار میدن؟ انسانهایی که هدفی والا و زیبا برای تمام طبقات آینده مملکت دارن، به چه علت این کارو میکنن؟ به چه علت اینها رو عمدن تحت فشار مالی قرار میدن؟ عرضم به حضورتون، خب اگر فرهنگیان تأمین باشن و مسلماً دیگه فکری به جز معلمی ندارن و این حکومت هم ترسشون از همون بابت هست، با آموزش و با معلم تا الان نشون دادن که رابطه خوبی نداشتن و کما این که ما بارها صداتون قطع شد، مثل اینکه از راه مسالمت‌آمیز مطالبه کنید و همون اینم با خواهده شده و معلومه بازن در فرق هستن. بله، سپاسگزارم. خب در این مسیر میخوایم حرکت کنیم. درد معلمین، درد آموزگاران جامعه رو، این انسانهای پاک جامعه رو میخوایم دردشون رو واقعا به سادگی بررسی کنیم. آیا به نظر شما این معیشت فرهنگیان، خصوصا بازنشستگان، کفایت یه زندگی عادی رو میکنه واقعا الان در حال حاضر؟ صداتون قطع وصل میشه، مثل اینکه دستتون به یه جایی میخوری، جایی صدا قطع وصل میشه. یه لحظه این سوالتون نگه دارید، من زنگ میزنم جواب بدم. شرمنده تا میزنم نشه. بله، در حال مصاحبه با یکی از فرهنگیان هستیم و مسائل رو داریم بررسی میکنیم، مشکلات، مصائبی که دارند و درگیر با اون هستند و این چنین با این
مشکلات دست و پا میزنند و همچنان به مسئولیت خودشون ادامه میدن. جناب امیرزادگان، اگر شما برگشتید من سوال دوباره مطرح میکنم. مسئله این بود که صحبت بینندگانی که ما میپیوندن صحبت از اینجا بود که مثلا راجع به صندوق بازنشستگان فرهنگیان و میزان اختلاسی که درش وجود داره، حملاتی که به اون میشه به جای کمک ها، و سوال دوم در همین رابطه که آیا معیشت فرهنگیان خصوصا بازنشستگان کفایت یک زندگی عادی رو میکنه واقعا، از شما میشنویم. عرضم به حضورتون، صندوق که عرض کردم، صندوق متاسفانه مثل بخش های دیگه که نظارت وجود نداره، وابسته به دولت و نظارت های شبه دولتی هست و قطعا اجازه نمیدن که فرهنگیان بخوان دخالتی در امورات صندوق نظارت داشته باشن، برای که دستشون باز باشه برای اختلاساشون. یعنی اگر ما بخوایم دخالت بکنیم که اونها نمیتونن اختلاسشون رو انجام بدن. پس به این دلیل، دلیل اصلیش کوتاه کردن دست معلمان از صندوق هست و اینکه نظارتی وجود نداره. در مورد وضعیت فرهنگیان و بازنشستگان به خصوص، زندگی واقعا فراوان مصیبت هست و شما میدونید یه بازنشسته که 30 سال خدمت میکنه وقتی بازنشست میشه دیگه هیچ جا نمیپذیرنش برای یه کاری و میگن شما دیگه سنتون بالا هست و واقعا بازنشستگان با فقر دست پنجه نرم میکنن. من خودم یکیش هستم، مستثنا نیست از این قاعده و زندگی سخت، سخت به سخت. یعنی اینجور میخوام بگم که اصلا از سفره ما همه چیز حذف شده. ببین من نمیشه به بچه بگی که ندارم، یعنی این حرف رو وقتی میزنی حالا بچه رویش خراب میشه، ولی یک ماه هست مثلا به من از خونه گفتن گوشت بگیر، به والله نتونم. و واقعا زندگی برامون سخت است با این تورم، با این مشکلات به جایی نمیرسونیم. جناب امیرزادگان، یه سوال برای من اینجا پیش میاد، یه سوال خیلی مهم پایه‌ای و ریشه‌ای پیش میاد. من در خبرها میخوندم که برای روحانیون خارجی که میان داخل ایران، چه از پاکستان، افغانستان و دیگر کشورهای همجوار، اینها هر ماه سهمیه برنج و گوشت و تمام مسائلشون رو بهشون میدن یا میگن بیاین از فلانجا بگیرید. تازه اینها افراد دیگر هستن. یک، دو، حوزه علمیه قم، اینجا سوال من اینجاست، آیا بودجه حوزه علمیه قم رو تا به حال کسی مقایسه کرده با بودجه فرهنگیان، چه برسه به صندوق بازنشستگان؟ چرا این نوع آموزش، آموزش علمی و مدرن رو از زمانی که اومدن پای روش گذاشتن، ولی در هر زمان که پای روی این گذاشتن بودجه حوزه علمیه بالاتر رفت؟ نه تنها بالاتر رفت، حتی به آخوندهای چینی که خاطرتون هست اومدن 800 تا ویروس کرونا رو با خودشون آوردن، اونها سهمیه دارن، بلیط هواپیماشون داده میشه. این چرا این عدم مساوات انسانی؟ کاری نداریم به مذهب، انسانیت از مبنای منظر انسانی حتی بررسی میکنیم، چرا اونها بودجه لایزال داده میشه و به معلمان جامعه، اصلا بگیم معلم نیستن، به عنوان ایرانی بودجه اینا هر روز پایین تر میره؟ به نظر شما چرا این نامساواتی برقرار هست؟ خب مشخصه اونا در گسترش ایدئولوژیکشون سهم دارن و میخوان، هدفشون اینه که ایدئولوژی رو گسترش بدن، ولی معلم فرقش اینه که آگاهی میده، علم میده به دانش آموز. ما الان، همین الان شما شاهد هستید که از خبرها شنیدید که به جای اینکه جوانان تحصیل کرده بیکار کارنامه سبز ها و غیره رو استخدام آموزش پرورش در بیارن، اومدن باز طلاب رو
استخدام میکنن و دلیل این هم چیزی نیست به جز این که مدارس هم ایدئولوژیشون رو به مدارس انتقال بدن و متاسفانه دانش آموز، یعنی من که برخورد دارم با دانش آموزان، با روی دانش آموزان هم سازگاری نداره این رو. و تا زمان پوزش میخوام، شما چند سال معلم بودین جناب امیرزادگان؟ من 30 سال. سی سال من 4 سال در دانشگاه تربیت معلم جز سنواتم حساب شد، دانشگاه تربیت معلم تهران تحصیل میکردم. 26 سال هم سابقه معلمی داشتم، کلا معلمی، حتی پست معاونت هم شخصی مثل من رو لایق ندونستم. خب من سوالم اینجاست، خب 30 سال سابقه، نه 20 سال سابقه، آیا شما این اتفاق افتاده بود که شما برید سر کلاس چیزی علیه نوع اسلام اینها مطرح کنید در سر کلاس، شده بودی هم چیزی؟ من ابدا، من خب دین رو آزاد میدونم، یعنی بله. نه منظورم اینه که در اون کلاس ها شما اصلا این، مگه شما معلم دینی بودید؟ معلم خیلی خوب، پس مطرح نکردید. میخوایم بیایم از لحاظ ریاضی ثابت کنیم که اگر شما یک معلم این کار رو نکردید، معلم های زیادی هم فقط رفتن درسشون دادن اومدن منزل و به امور تعلیم و تربیتشون اونطوری که آموزش پرورش جمهوری اسلامی طبق پروتکلش دستور داره معلمی رفتار میکنن. خب و چیزی غیر از اون اصول تدریس نکردید. میخوایم مقایسه بکنیم این معلمین و این به اصطلاح آموزگاران ایرانی، اینجا طلاب ایرانی که چه عرض بکنم، طلاب امتی و طلاب خارجی. ببینیم اینها سر کلاس میرن، فرضاً وقت درس ریاضی میخوان بدن، آیا متفاوت با آموزگاران عادی درس میدن که اینها را در این فقر قرار میدن؟ مثل من خاطرم میاد که یک کشاورزی تعریف میکرد، میگفتم که این گیاهانی که شما نمیخواید در کنار این گیاهانی که میخواید فرزن مثلا سبزیجات رشد کنه چه کار میکنید؟ میگفت سم میزنیم. گفتم این سم از بین میبره؟ میگفت نه، آرام آرام از بین میبره. گفتم خب این سم که یواش یواش توی این زمین رسوب میکنه و اثر روی این چیزهای اصلی هم میذاره. گفت نه، مهم نیست که اونا باید آرام آرام از بین برن. آیا این نوع تفاوت، این نوع تفاوت گذاشتن ها، این نوع عدم مساوات رفتار کردن، آیا این رو میرسونه که اینها روشون نمیشه که واقعا تمام دانشگاه ها و مدارس مدرن رو ببندن و احتمالا از اول جمهوری اسلامی که نگاه میکنی این کار رو دارن میکنن، منتها مثل اون کشاورزی که میگفت سمی زده میشه که آرام آرام اینها خارج بشن. چه سمی؟ فشار، تحت فشار قرار دادن مالی. آخه این چه دردی است که این که من از شما میشنوم، خیلی از کلی میشنوم که ما 6 ماه تو خونمون گوشت نگیریم، در صورتی که تصاویر توی میدیا هست که گوشت و برنج و تمام مواد اولیه تقدیم میشه به اونها. از لحاظ خداوندی که سازنده تمام این مذاهب هست، از لحاظ اون خداوند این کار منع هست. چطور میتونن معلمان آموزگاران، اینها هم آموزگارن، اونها هم آموزگارن، اونها آموز امت نگارن، شما آموزگار ملت ایران هستید، ملت ایران، وطنی که در اون به دنیا آمدن، چطور میشود که از روزی این آموزگاران این وطن بگیرند و به تمام امت راضی بدارند و اصلا کاری به مذهب گفتم اصلا بذاریم کنار، چطور میشه که بین دو انسان فرق بذارن؟ اصلا این شخص آموزگاره، اوکی، اصلا این خطاکاره، خانوادهش چه کردن، بچه هاش چه کردن که نباید قضا بخورن؟ روزی اینها رو چرا میرن میدن به آخوند چینی، به روحانی که من قبول ندارم، به آخوندی که از افغانستان میاد، به آخوندی که از پاکستان میاد، به آخوندی که از چچن میاد، چرا روزی اینها را به اونها میدن؟ این گناه در کدام دادگاه باید بررسی بشه؟
دادگاهی که دادگاه مستقل وجود نداره، دادگاه ما هم اینجا وابسته است و تحت امر نهادهای امنیتی هست خدایش. چرا؟ چون که ما کوچکترین حرکت سنفی رو که انجام دادیم دادگاه تحت امر به خصوص اطلاعات سپاه بوده. همین الان ما یه اردیبهشت ما یه تجمعی در فارس برگزار شد که شیراز و شهرستان خرمبید بود و سفاشه. من همکار من و خوشنام من رو که فعالیتش سنفی بوده، مشکلش مشکل معیشت بوده، میگه شکم هم گرسنه است، تجمع مسالمت آمیز کرد و اونجا الان براش پرونده سازی کردن. جناب رسول کارگر در خرمبیل پاک با شاکیشون هم اطلاعات سپاه هست به اتهام تبلیغ علیه نظام و دروغ پراکنی بر علیه سپاه، و متاسف باید باشیم از این برخوردهای قهری که بر فرنگیان دارن انجام میدن. ببینید میخوام اینو بگم که من اصلا اسم این آموزش پرورش رو نمیذارم آموزش پرورش، میذارم ویرانه آموزش پرورش، یعنی وزارتی که واقعا ویران شده. ببینید سیاست زدگی در آموزش پرورش محکوم است و محکوم به شکست. نهایتا این آموزش پرورش ویرانه نماد، یعنی محصول سیاست زدگی آموزش پرورش است. به جای تخصص محوری ارزم به حضور شما ایدئولوژیک محوری شده. خب ما همیشه، حالا میخوام اینو بگم که همون در زمان پهلوی هم مگه به دین توجه نمیشد؟ مگه درس دینی تو مدارس نبود؟ آیا اون کافی نیست؟ کسی که بخواد آقا به دین گرایش پیدا بکنه همون درس دینی کافی هست. خب من میرم تو مدرسه میبینم بچه من یه تبل بزرگ گذاشتن رو کولش، خب میگم این چیه؟ میگه که سینه زنی داشتیم. آخه مدرسه چه جای سینه زنی هست؟ خب سینه زنی که تو حسینی ها هست، شبا هم بچه های ما میرن. خب برای چی از درسش، از وقت کلاسش دزدی بکنن که میخوام سینه زنی بکنیم؟ خب سینه زنی رو بذارید بعد از ظهر. اونم چرا اجبار؟ چرا بچه من روی تبل بزرگ بدن کولش؟ چه گناهی کرده؟ خب بچه باید به سن قانونی برسه خودش دینش رو انتخاب بکنه، تحقیق بکنه. متاسفانه ببینید اگه بخوام بگم ده زیاد هست و آموزش پروره ارزم به حضور شما که بله ارزم به حضور شما که مسئله گفتیم که منو یادآور خاطرات دوران دبیرستان خود من انداخت و خیلی من برام جالبه. ما یک معاون دبیرستانی داشتیم که افکارش با رئیس دبیرستان فرق می‌کرد. معاون دبیرستان یه آدمی بود که فوق‌العاده مذهبی، ولی انسان، من هیچ بدی از این آدم هیچ وقت ندیدم. فقط کاری که کرد اومد برای دبیرستان یه قسمتی که میز و صندلی های اضافه یا شکسته رو نگه می‌داشتن، این اینجا رو خالی کرد، تمیز کرد و فرش انداخت و گفت باید بچه ها وقت داشتن برای نماز خوندن. بنده هیچ مشکلی ندیدم که برای ایشون بسازن، که تمام اتهاماتی که به ساواک میزنن یک نفر نیومد بگید آقا چرا اینجا رو این کار کردید. بلافاصله رئیس دبیرستان که مذهبی نبود، ایشون دستور تخلیه اونجا رو داد و گفت هر جوری که ایشون میخواد انجام بدن، یه سری بچه ها میخوان نماز بخونن. بندم مسئول کلاس خودمون بودم، مسئول میگفتن انتظامات که بچه ها باید برن زور از کلاس ها و سالن برن بیرون، اونجا نباشن و برن زمان غذا خوردن به غذاشون برسن، به خوراکشون برسن، بعد درست سر ساعت برگردن بیان تو. من هرگز به خاطر ندارم که هیچ مشکلی در تمام زمان دبیرستان هیچ اعتراضی به اینها داده شده باشه. این یک. دو، نمیخوام اسم ها رو بیارم، اگر بیارن میشناسن. معلم فرمودید معلم تعلیمات دینی ما داشتیم،
انقدر این شخص انسان شریفی بود و یک سری مسائل رو میگفت دیگه، کتاب در تمام مسائل مذهبی رو میگفت و میگفت که من کلاس تعلیم قرآن گذاشتم، بچه‌ای که دوست دارن بیان. خیلی جالب بود. و من وقتی که میرفتم میدیدم که تمام اون بچه ها همه اومدن نشستن دارن یاد میگیرن و هیچ کس هم افکار و نیات آنچنانی نداشت که بیاد مسئله خاصی رو بیان کنه و ایشون هم خیلی مهارت داشت نسبت به تعلیمات قرآن و عربی رو خیلی بسیار جالب صحبت میکرد و به همین دلیل تفاسیر جالبی رو مطرح میکرد. این از خاطرات ما و انسانهایی که همسن سال من هستن از زمان فرهنگ آموزش پرورش شاه و همین معاون آموزش پرورش و همین معلم دینی و چند معلم دیگه که حتی من میدونم چپ بودن و دارای افکار دیگری بودن، اینا یک ارگانیزیشنی درست کرده بودن، بچه‌هایی که میدیدن وضعشون بده واقعا با هم دیگه میرسیدن بهشون و در خفا به اینا کمک میکردن. این یک جامعه نمونه، یک قطعی از جامعه گذشته بود. و چرا در اون موقع هیچ کس هیچ ناراحتی نسبت به این مسائل نداشت به جز اینکه یک سری افراد می اومدن و یک حرکاتی رو انجام میدن. از این قضیه که بگذریم، میخوایم بریم سراغ بقیه سوالهای امروزمون که روشنتر بشه قضیه مسائلی که باش طرفن فرهنگیان. امروز این برنامه مختص واقعا زندگی فرهنگیان هست، آموزگارانی که بیگناهن، فقط به امر آموزش میخوان بپردازن. ولی این چه تفاوتی و چه مشکلی است که و این چه بلایی است که به سر آنها میارن؟ آیا میخواهند اینها را کلا از جامعه حذف کنن؟ وقتی شما این کار رو میکنید، وقتی که در مزیقه مالی اونها را قرار میدین، مزیقه معیشتی قرار میدین، حق و حقوق پایه‌ای هر انسانی در این کره زمین اونها را حذف میکنید، انسان ها چطور زندگی میکنن؟ سوال اینجاست، نگرش و روشنگری فرهنگیان در حال حاضر مسئله جالب پیرامون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا با هم چی هست؟ اینو مخصوصا از شما بشنوم و نظر شما رو بدونم. عزم به حضورتون، گرچه ظاهرن بالاخره مخالف هستن اصلا با شرکت در انتخابات، حالا از درون نمیشه تشخیص داد، ولی اکثریت رو که من میبینم به خاطر اینکه اصلا قهر کردن با حاکمیت، واقعیت هم از نوع انتخاب کاندیدا ناراضی هستن و عرض به حضورتون نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیدهای مورد نظرشون، همین که از بس که دروغ شنیدن طی این چندین سال از رؤسای جمهور و ناکارآمدی دیدن، دیگه واقعا خسته شدن. اینو به وضوح میشه در فرهنگیان دید و آشکار هست و من حدس میزنم که شخصی من حالا از فرهنگیان گذشته، من درصد شرکت در انتخابات رو زیر 20% میدونم با این وضعیتی که الان داره شده و کاملا واضحه که فرهنگیان کاملا قهر کردن نسبت به حاکمیت، نسبت به بی‌توجهی ها، نسبت به دروغ‌های فراوان. الان ما بسازیم، آخه چرا با شعور فرهنگیان بازی میکنیم؟ فرهنگی دیگه میدونه که این روبیکا وابسته به چه جریان هایی هست. شما حالا میخواید مثلا جنبش مطالبه‌گری فرهنگیان رو مصادره کنید به نفع خودتون، به هیچ عنوان فرهنگیان اجازه این کار رو نخواهند داد. ما خودمون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی داریم، کانون‌های مستقل داریم و هر گونه اعتراض رو با بیانیه
این مراکز انجام میشه و به هیچ عنوان نهادهای وابسته. ما خودمون در همین تجمعی که اعلام شد که تو فارس شکل گرفت کشوری بود، چون فهمیدن که ما یه تجمع داریم برای مطالباتمون، اومدن گروه موازی از طرف حاکمیت انجام دادن. دقیقا شب قبل از تجمع اومدن تجمع رو لغو کردن. اینا همه انحرافی هست. ببینید با چه امکانات، با چه چیزهایی دارن مقابله میکنن با ما که اجازه ندن ما به حقمون برسیم. هر راهی رو دارن میرن، هم برای که فرنگیان رو جذب بکنن برای انتخابات، هم میخوان حق فرنگیان رو ندن. شما توجه کنید از لحاظ ثروت کشور ایران جز چندمین کشور جهان هست. اینا از شما سوال میکنه آی دکتر، بالاخره جز 10 کشور اول جهان هست. از لحاظ حقوق دستمزد معلمان در رده آخر جهان هستیم. من نمیدونم، خب همینا که میخوان بشن رئیس جمهور شرم نمیکنن؟ خب چجور مملکت داری هست که معلمت بشه آخرین کشور جهان از لحاظ حقوق دستمزد؟ از یمن جنگ زده فقیر، از سوریه جنگ زده هم عقبتر ما باید باشیم. وقتی این نوع نگاه رو به فرنگیان دارن، چجوری پس در مناسبات خودشون میخوان استفاده ابزاری از معلم بکنن؟ اینا هر جا که برای منافع خودشون هست میخوان از من معلم استفاده ابزاری بکنن. و من به عنوان جنبش معلمان پیشرو این اجازه رو نمیدم که از من استفاده ابزاری بشه و در انتخابات هم شرکت نمیکنم. بله، سپاسگزارم. بینندگان عزیز، میبینید که یک فرهنگی، یک شخصیتی که به عنوان آموزگار نیروهای آینده مملکت هست، بیگناهانه، بنده از ایشون پرسیدم، اگر تازه پیوستید به این رادیو تلویزیون، بنده پرسیدم که آیا شما هرگز در طول خدمت 30 سالتون در هیچ کلاسی علیه اسلام حرف زدید یا کجی در این باره انجام دادید؟ گفتند خیر. پس چه تفاوتی وجود داره؟ پس شما با شخصیت فرهنگی ایرانی مشکل دارید، در حال حذف کردن یک طبقه هستید. خبری که در میدیا هست، در رسانه هست، میبینید که در حال حاضر صحبت از یک پسر آقای چینی شده بود که عکس های از تصاویر به اصطلاح بانوان ایرانی میگیره، دخترای میگیره با سن پایین، و نشون میده که از انحراف اخلاقی، تبلیغ منفی از انحراف اخلاقی میکنه، یعنی آموزش منفی میده. مدتی طول کشید تا ایشون رو دادستانی منطقه شون بازداشت کرد، و این هم یک نوعی به اصطلاح آموزش هست، که آموزش منفی هست، که میبینید که قبلا اینها به کپیتولاسیون که علیه به اصطلاح حفاظت نیروهای بیگانه که امریکایی باشند اعتراض میکردند، و حالا ما هرگز ندیدیم یه امریکایی بیاد اون موقع یک چنین مسائل منفی رو مطرح بکنه. با صحبت از آموزش داره میشه، و حالا انقدر دست چین رو باز گذاشتن که از قوانین کپیتولاسیون که هیچی، آبهای خلیج فارس که هیچ، دستورات مخفیانه خدمت رهبر که هیچ، تمام کشور رو به باد دادن. و این چه مشکلی است، چه مسئله است، چه کسانی هستند که کمر به قتل کشور، ابتدا فرهنگ کشور بستن؟ خاطرم هست که از حسن این هیکل، خبرنگار معروف ایتالیایی، اوریانا فالاچی میپرسید که ملت شما، مصر و ایران، هر دو غیر عرب بودن، چه شد که شما غرق در فرهنگ عرب شدید و ایران نشده؟ گفت یک کلام: آنها فردوسی داشتن، ما نداشتیم. همون فردوسی ما را مجسمش رو میزنن خورد میکنن. صحبت از آموزش، اون رو خورد میکنن، و از زمان به اصطلاح انقلاب تا به حال تعداد امامزاده ها 5، 6 یا 10 برابر شده.
صحبت از آموزش است. ما مگه کم اساتید و فلسفه‌دان‌های بزرگ و ریاضیدان‌های بزرگ داشتیم؟ تمام ریاضیدان‌های ما آموزگاران جهانیان بودند. این چه دشمنی است که جهان با ما آغاز کرده؟ بگذاریم که خود این رژیم به حکم چاقویی است که دستش داریم می‌بینیم دست کیاست. این چه دشمنی است و این چاقو که وطنی است، آنها چه میکنن؟ ولی متاسفانه وقتی به شناسنامه هاشون ما میریم نگاه میکنیم، میبینیم که ایرانی نیستن. در این برنامه ما سعی میکنیم آموزش باشد. هیچ کس رو علیه هیچ کسی ما تحریک نمیکنیم. اینجا مثل یک چراغ قوه که نور به مشکلات میتابونه، مثل درست اون مکانیکی که میره موتور ماشین رو درست کنه، احتیاج داره نور به اون قسمت بتابه. ما اینجا وظیفه‌مون تاباندن نور هست و دعوت به آرامش به تمام اقشار، همونطوری که قبلا زندگی میکردن. ولی اگر یک حکومتی میاد، یه تعدادی، نه حکومت هم نام نداره، یه تعدادی، یک خانواده‌ای میان با لباسای خاصی که تنشونه با لباسای همه مردم جامعه فرق میکنه و خودشونو مباشران بین خدا و زمین میدانند و سند املاک این ور جهان که موقوفه می شود با آن ور جهان به نام خودشان می دانند و هر زمان که می خواهند در هر جای حضور پیدا می کنند و قوانین ضد انسانی صادر می کنند، اینها در درجه اول به نظر من ضد خود اسلام رفتار می کنند. ما اینقدر ضد مذهب نداشتیم که الان داریم. ما همه هم میدونیم اون موقع مسجد احترامی داشت، مکه رفتن 6 ماه 1 سال قبلش صحبت میکردن و بعدش که میامدن کلی صحبت داشتن، هیچ حرف منفی نبود. الان هست که تبدیل به این شده، صحبت از آموزش است. اگر آموزش واقعی میخواد برقرار باشه، به قول سعدی یه عده‌ای اون موقع سوء استفاده از بچه ها می کردن و می گفتن عده‌ای بودن که سفارش می دادن به تاجران بچه های زیبای چینی رو با خودتون بیارین وقتی برمی گردین. مردم معترض می گفتن آقا این چه مسئله ایه، این چه مشکلیه، ما نمی تونیم جواب اینا رو بدیم. گفتن چرا نمی تونیم جواب اینا رو بدیم؟ گفت اینا میگن که به اصطلاح دلایل مذهبی. گفتن اینها صنع خداوند هستند و ما می خواهیم از صنع پی به صانع ببریم. سعدی اومد جواب اینا رو گفتش که محقق همان بیندن در ابل بچه شطور، محقق همان بیندن در ابل که در خوبرویان چین و چگل. آقا دست بردارین، اگر بچه بازی رو شما میخواین مطرح بکنین و سوره های خاص و نوشته های خاص مذهبی در کنارش بچسبونید که این کار رو توجیه بکنید، بچه شطور هم سنت خداوند، چرا رو اون آزمایش نمیکنید؟ ببینید آموزش غلط نهایتاً ره به جایی به جز مکان غلط نمی برد. بنابراین برمی گردیم به مسائلی که می خواهیم به وسیله جناب آقای امیرزادگان مشخص بکنیم. زبان از زبان کف خیابان، از کف مدرسه، از مقدس‌ترین مکان صحبت کنیم. جناب امیرزادگان، آیا فرهنگیان که وظیفه اونها آموزش و پرورش در جامعه هست، یعنی وظیفه رو بر عهده دارن، نباید وظیفه روشنگری مردم رو در مقابل چنین انتصابات و انتصابات یا انتخابات نمایشی بر عهده بگیرن؟ نظر شما چیست و من بگید که اونها چه کار میکنن؟ باید روشنگری بکنن و از موضع خودشون هم عقب نشینن. واقعا معلم ها روشنگران جامعه هستن و واقعیت اینه که اگر میبینیم کمتر این اتفاق میفته یا توسط عموم معلم ها صورت نمیگیره، دلیلش همون فقره و که در فرق نگه داشته شدن. دلیلش اینه که میترسن اخراج بشن
و دلیلش برخوردهای شدید امنیتی است که وگرنه گرچه شاید ظاهرا حالا ابراز نکنن، ولی من خیلی از معلمان دیدم که در خفا به خصوص در فامیلشون، خانواده هاشون مردم رو دارن روشنگری میکنن. اولا که این قرن 21 مردم آگاه شدن. شما اگر برید به قول تو دور افتاده ترین روستا هم مردم اینو دیدن، لمس کردن، فقر رو لمس کردن، دروغ های مسئولین رو لمس کردن و خیلی آگاه شدن، میدونن که نتیجه ای نداره، اونم انتخاباتی که بخواد نمایشی باشه فقط، قطعا باید روشنگری بشه. حالا بله، ببینید مسئله جالب اینه که سرخترین امام از امامان که حسین بن علی باشه، که خیلی از ایشون کوت میارن، میگه که اگر به اصطلاح شما اهمیتی به مذهب نمیدین، حداقل آزاده باشید. و به همین دلیل پرچم بالای مقبره حسین برعکس همه که سبزه، پرچم ایشون سرخ، حالا نمیدونم چه رنگش کردن، و ایشون ندای آزادگی میده. میگه اگر به اصطلاح این مذهب ندارید یا اعتقادی به این ندارید، حداقل آزاده باشید. من نمیخوام بگم که، و اینطور هم نیست، من نمیخوام بگم که آموزگاران ما کلن اکثرشون به مذهب اسلام اعتقاد ندارن. حالا فرض کنیم که ندارن، خب امام شما گفت، انقلابی ترین امام شما گفت، خب بذارید آزاده باشن، بذارید بتونن صحبتشون رو بکنن. هیچ کدوم که به قول شما جرأت این کار رو ندارن، بخواد انقدر معیشت رو فشار آوردید که اگه بگید برین سر کلاس صدای اردک در بیارین، اونا در میارن. این دیگه مشخصه، آنانی که درس میدن یعنی از فیلتری رد شدن که شما قبولشون داشتید که درس بدن. حالا هم که آمدن درس میدن، شما این چنین فشارهایی رو میارید که نه تنها رو و آبرو براشون نگذاشته باشید مقابل خانوادهشون، کار میکنید که از مذهب اسلام زده بشن. من واقعا بعضی وقتها شک میکنم، شاید بیشتر وقتها، که اینها افرادی هستند که قصد اینو دارن که هرگز در ایران دیگر مذهب اسلام قدرت و فرصت بیانی نداشته باشه. عملیات خودشون میگه، وگرنه شما با یک عمل خوب میتونید انسانهای حتی لا مذهب رو به مذهبتون دعوت بکنید. من یادمه که نمیدونم آقای طالقانی بود یا کس دیگه بود در اون زمان اینو میگفت، که سر منبر داشت میگفت، من میشنیدم کلیپ هاش میامد، که ما قبل از این عده، میگفت ما قبل از این عده، این قوم در مذهب اسلام اینطور مطرح بود که فید خلون فی دین الله افواجا، مردم فوج فوج به دین میگرویدن. قبل از انقلاب میگفت کاری کردید که فیخ رجون فی دین الله افواجا، مردم فوج فوج از دین خارج میشوند. و شاهد بودیم دیگه، شاهد بودیم. و اعمال اینها، رفتار اینها، و چطور میشه که نه تنها رفتارشون، بلکه مگر میشود که روحانی با مظاهر بزرگترین مظاهر کمونیست خدا نشناس به یک بستر بروند؟ اسلام در وسط این رخت خواب، روسیه این سمتش و چین این سمتش، فرزند این همخوابگی چه خواهد شد؟ بعد از انفجار ایران، بعد از شکست فرهنگ، چه فرزندی خواهد داد؟ اشکالی نداره فرهنگ ایران رو نابود کنید، میخوام ببینم چه فرزندی از این تخت خواب سه نفره به وجود می آید؟ چه فرزندی؟
به پایان برنامه داریم میرسیم و خواستم که در انتها شما ببینیم پیام شما به عنوان این پیام هایی که دادید و مسائلی که مطرح کردید فکر میکنم خیلی روشنگرانه بود و از شما سپاسگزارم، همچنین از شما بینندگان و شنوندگان عزیز، و امیدوارم که در قسمت بعدی چون برنامه به پایان میرسه از شما بینندگان عزیز تا درودی دیگر بدرود میگم و با سپاسی از آقای امیرزادگان و شما بینندگان عزیز.